تنها سلاح ایران نیست به نظر من. اولا بستن تنگه هرمز یک نوع خودکشی سیاسیه، مثل تیر خلاصه. بستن تنگه هرمز شاید آخرین گزینه ایران باشه، تنها نیست. اگر ایران غفلتاً که امکانش خیلی کمه بخواد تنگه هرمز ببنده، بیشک مسئله به جنگ کشیده خواهد شد. و ولی آیا اینطور که آقای زیبا کلام میگن خود این تصمیم خودش یه گونه به طور غیر مستقیم اعلان جنگ علیه اینو به این نفع میشه به هر حال توجیهش کرد؟ برای اینکه معمولا وقتی که ما به سیاست به خصوص آمریکا نگاه میکنیم با توجه به سیاست دو سویش که به اصطلاح سیاست هویج و چماق، تهدید و تهبیب، حالا هر چی میخوایم اسمش رو بذاریم، این تبدیل شده فقط به سیاست تحریم. و وقتی که تحریم ها بیش از حد بشه که داره به اون سو کشیده میشه، این در واقع یادآور و مشابه اون سیاستی است که در زمان گذشته علیه صدام حسین پیش گرفته بودند، داشتن زمینه سازی میکردن برای جنگ. و اینو میشه به این نفع توجیه کرد که این کارها داره سوق میده کشورهای غربی رو و آماده میکنه افکار عمومی جهانی رو که در نهایت اگر راه به جایی نبرن و ایران به پای میز مذاکره کشیده نشه و قبول نکنه چیزایی رو که کشورهای غربی از اون میخواند، تبدیل میشه به جنگ. چقدر ایران قابلیت نظامی اینو داره که تنگه هرمز رو مسدود بکنه؟ ببین تنگه هرمز معمولا همه میگن مسدود میکنه، انگار مثل یه دروازه است که میتونن درش رو به راحتی ببندن. 50 کیلومتر پهنای این تنگه است. ایران قابلیت اونو داره که اختلالاتی ایجاد بکنه در تنگه هرمز برای کشتیرانی، ولی از جهاتی اگر بخواد به عنوان آخرین گزینه میتونه برای مدتی تنگه هرمز رو واقعا، یعنی رفت آمد و تردد کشتی‌ها رو بسیار محدود بکنه و یا اصلا به طور کلی کاهش بده. در زمان جنگ ایران عراق هم تقریبا یه شرایطی مشابه توی مقطعی شرایطی مشابه این وجود داشت، ولی ایران هیچ موقع این کار رو انجام نداد. و ولی در اون موقع طرف ایران در واقع عراق بود و ایران با بین المللی کردن جنگ در خلیج فارس که بعد از اون متعاقبا تبدیل شد به جنگ نفتکشا، در واقع کشورهای خارجی در اونجا بودن، به خصوص ناوهای آمریکایی، انگلیسی و بریتانیایی و سایر کشورها که به صورت سمبولیک تعدادی ناو فرستاده بودن، اینی که بذارن این راه باز باشه. اما اون سوالی که شما کردین که ایران آیا میتونه این کار رو انجام بده، توانایی های ایران در وهله اول موشکای ساحل به دریاست، این یکی از گزینه‌های ایرانه. مینگذاری است که ایران روی این بسیار حساب میکنه. در زمان جنگ نفتکشا ایران شاید 80-90 مین استفاده کرد که تکنولوژیش مال جنگ جهانی اول بوده به قیمت $1,500 هر کدام. الان شاید بین 3,000 تا 5,000 مین داشته باشه. ایران میتونه از کارهای کماندویی استفاده بکنه، از زیر دریایی‌ها میتونه استفاده کنه. البته ضعف‌هایی هست، ولی اینها گزینه‌هایی است که برای ایران وجود داره. برمیگردیم به اینکه بپردازیم اگر چنین اتفاق بیفته واکنش غرب و آمریکا چگونه خواهد بود. اما همکارم بابک گرجی نگاه دگرگونه‌ای داره، نگاه متفاوتی داره به تنگه هرمز و خلیج فارس. ماجرا بسیار دارد، از نامش گرفته تا گذرگاه پهن و باریکش. ثروتش بر اهمیتش افسوده و پای دنیایی را به خود باز کرده. سایه ناخشنود از حضور بیگانه را وادار به اثبات قدرت خیش ساخت. حادثه اما بسیار دیده، از کشته شدن انسان‌های بیگناه توسط بیگانه تا نجات صیادان بی‌پناه باز هم به دست همان بیگانه. چندی است تنش در گفتار فزونی یافته و ناظران نگران از فردا.
اما هرچه باشد دو چیز میماند، مردم و نام به وسعت تاریخش. خانم بازوبندی، مشکل جدی برای ایران در تامین ارز ایجاد خواهد شد با این همین میزانی که الان صحبت کردید، اگر قرار باشه که فروش نفت کاهش پیدا بکنه. اگر این مقایسه هم بکنید بین صندوق ذخیره ارزی ایران با کشورهای دیگه صادرکننده، ما به چه نتیجه میرسیم که ایران در چه شرایطی نسبت به این کشورها قرار داره از این جهت؟ بله، یکی از به اصطلاح اون عواقب خیلی سریع این تحریم ها این هست که ایران در بازار روز نفت، چون نفت معمولا چند تا بازار داره، یکی بازاری هستش که به صورت مدت دار نفت رو به فروش میرسه، یعنی خرید و فروش میشه، و یکی بازار روز هست. در بازار روز قطعا ایران نخواهد تونست که به مشتری های آسیاییش با همون قیمتی که به بقیه داره نفت میفروشه بفروشه، پس این یک تاثیر خواهد داشت که قطعا درآمد ایران خواه نخواه کم خواهد شد، حتی اگر که بتونه مشتری جایگزین پیدا کنه، حتی اگر فرضیات ایران به اصطلاح به اثبات برسه که کشورهایی مثل چین و کره جنوبی یا حتی ژاپن که تا حدودی اعلام کردن ما مسئله انرژی هسته‌ای ایران رو از مسئله اقتصادی و از مسئله واردات نفت از ایران جدا می‌کنیم، ولی به هر حال باز هم این در به اصطلاح تاثیر کاهش دهنده روی درآمد ایران خواهد داشت، درآمدهای نفتی ایران. این از این جهت. از لحاظ مثلا صندوق ذخیره ارزی کشورها اگر بخوایم مقایسه کنیم، درسته که خب ایران یک کشوری هستش با بالای 70 میلیون نفر جمعیت و اصلا ساختار اقتصادی ایران خیلی فرق میکنه با کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس، اما با این وجود باز هم همونطور که اون نموداری که الان شما نشون دادین نشون میده، سیاست‌های مدیریتی درآمدهای نفتی ایران سیاست‌هایی نبوده که بشه گفت که ایران رو به سمت جمع آوری دارایی ها و به سمت ذخیره کردن دارایی های نفتی برده باشه. یه مثال خیلی سادهش این هست که اگر مقایسه بکنیم ایران رو مثلا با همسایه که از نظر میزان جمعیت تقریبا نزدیکترین کشور همسایه تو خلیج فارس هست، عربستان سعودی هست، که ما میبینیم اگر ایران اون اعداد ارقامی که بعضی از این مؤسسات، چون دولت ایران تقریبا عدد و رقم چندانی روی دارایی های صندوق ذخیره ارزی از سال 2005 به این طرف خیلی تمایلی نداشتن که اعلام بکنن، ولی اگر مقایسه کنیم مثلا با عربستان سعودی، ایران 23 میلیارد تا 28 میلیارد دلار برآوردهای مختلفی که شده از درآمد صندوق ذخیره ارزی در مقایسه با ایران، با عربستان که خب یه چیزی حدود شاید 20 برابر اون چیزی که ایران در صندوق ذخیره ارزش داره. برمیگردم به شما خانم بازوبندی. آقای یوسف نکته مهمی رو اشاره میکنن، این که سیاست های خود ایران چقدر باعث شده، یعنی این روندی که تحریم ها پیش رفت، اول بحث تحریم بانک مرکزی پیش اومد، شرایط رو برای ایران از لحاظ تامین منابع ارزی به نظر میاد پیچیده کرده، و بعد الان بحث تحریم نفت مطرح میشه. یعنی اگر همین مقایسه که خانم بازوبندی کردن، امارات چیز حدود 627 میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزش درش پول هست، نروژ حالا کشور صادرکننده 500 و خورده ای، عربستان صحبت کردن حدود به 400 بیش از 400 میلیارد دلار، رقم حتی بیشتر از این رو هم شاهد بودیم، کویت بیش از 200 میلیارد دلار و روسیه 143 میلیارد دلار. ایران با این ذخیره ارزی 20 و چند میلیارد دلار چطور میتونه از این بحران عبور بکنه اگر این شرایط وخیم‌تر بشه و جلوی صادرات نفت ایران رو بگیرن؟ اولا که خب این بحران برای اونها نیست، بحران برای ایران هست، بنابراین مقایسه من نمیدونم تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه. از این جهت میگم که اگر قرار بوده که کشور همونطور که خانم بازبندی گفتن به سمتی میرفت که حداقل صندوق ذخیره ارزی پروپیمونی اصطلاحاً داشتن، شاید میتونستن از این دوران بحرانی کم راحت‌تر عبور بکنن. بله این درسته، اما واقعیت قضیه اینه که جمعیت عربستان به مراتب کمتر از ایران هست، بنابراین از اون نظر هم مقایسه درستی شاید به نظر نیاد. اما اجازه بدین من یک نکته ای رو که ایشون در مورد قیمت روز نفت فرمودن عرض کنم. من یک نکته رو عرض کردم که در گذشته زمانی که آرکو ناچار شد برای نفتی که از ایران دریافت میکرد برای پالایشگاه پنسیلوانیا نفت رو در بازار آزاد بخره، به مراتب بیش از قیمت قراردادی نفت بود، بنابراین گاهی ممکنه این قیمت‌ها پایین، قیمت روز ممکنه پایین‌تر باشه و گاهی ممکنه بالاتر باشه.
اما یکی از شرایطی که الان کشورهایی که تحت فشار هستند که میزان وارداتشون رو از ایران کم بکنن، نظیر کره یا ژاپن یا چین یا بقیه، اینها ممکنه در قول و قرارهایی که با آمریکا میگذارن این نکته رو یادآور بشن که ما از میزان کل قرارداد نفتی رو که با ایران میبندیم یا بستیم این رو پایین‌تر میاریم، اما در عمل هیچ قولی نمیدن که در بازار آزاد و بازار روز از این موقعیت استفاده نکنن. بنابراین همیشه ممکن هست که ایران همون نفتی رو که به سوی یک کشوری در گذشته طبق قرارداد دراز مدتی که داشتن به اونا میفرستادن الان به دو بخش تقسیم بشه. بنابراین نه توانایی ایران کم میشه و نه واردات نفتی اون کشورها از ایران، در حالی که اونها به هر روی رشوه‌ای هم به آمریکا دادن یا به اروپا دادن و حرف اونها رو هم به گونه‌ای گوش کردن. نکته دیگری که آقای زیبا کلام گفتن در مورد اینه که ایران به راستی نیازمند به این حجم صادرات و درآمدهای نفتی هست، فکر میکنم ایشون فراموش کردن که در زمان جنگ ایران و عراق کل درآمد نفتی ایران در اون زمان چیزی حدود 8 میلیارد دلار در سال بود که اصلا قابل مقایسه با این رقمی که الان ایران درآمد داره نیست. و افزون بر اون، در اون زمان ایران هزینه به اصطلاح جنگ رو داشت و مقابله با نیروهای عراقی رو داشت که در مجموع 150% کل درآمدهای ارزی کشور بود. خوشبختانه ما الان اون مشکل رو نداریم و بنابراین نیازهایی هم که فرمودن تنها و واردات ایران تنها محدود به خوراک و فرض کنین دارو و این چیزا نیست، شاید حتی چیزهای مهمتر هست. ما برای دستگاه‌هایی که برای کارخانه هامون احتیاج داریم بیشتر نیاز داریم تا اینکه فرض کنیم ما پرتقال وارد مملکت بکنیم. بنابراین درست هست که فشاری میاد روی ایران، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. و در مورد تنگه هرمز هم اون چیزی که من مطمئن هستم راجبش اینه که بیش از 100 ساله که ما تولید نفت داریم و یک ساعت هم این تنگه هرمز بسته نبوده. بنابراین همجوری که جناب آرین هم فرمودن، در آخرین شاید آخرین گزینه‌ای که شاید ایران بخواد و بتونه استفاده بکنه بستن تنگه هرمز. و چرا پس این حرف رو مقامات جمهوری اسلامی با این شدت و حدت مطرح میکنن که این حق ماست اگه بخوایم چنین اتفاق بیفته تنگه هرمز رو میبندیم؟ شعار که ظاهرا نباید باشه، چون به هر شکل در طول زمان جنگ همونطور که آقای آریان هم اشاره کردن ایران تانکرها رو هدف قرار داده بود. حالا ممکنه توجیه بشه که این عمل متقابل بوده، ولی کاری بوده که ایران بهش دست زده قبلا. آمریکا هم بارها تهدید به این کرده، حالا اگه به صورت مستقیم هم نباشه، معاون رئیس جمهور آمریکا هم بارها گفته ما از تمام گزینه‌هایی که در اختیار داریم استفاده می‌کنیم. این سخنی است که سیاست مردان و سیاست بازان خیلی ازش بهره می‌گیرند، اما اینی که در عمل آیا بتوانند از این موقعیت استفاده بکنند، نکته‌ای که هستش متأسفانه نحوه بیان مطلب هست. شادروان مادر بزرگ من همیشه میگفت که بشینید و بفرمایید و بتمر یک معنا داره، اما نحوه گفتنش هست. متاسفانه بعضی از این سیاست بازان ما اون گونه که شایسته هست این مطالب رو بیان نمی کنن. خب دوست دارم آریان قبل اینکه بحث دنبال بکنیم بخش از صحبت‌های حسن عباسی رو با هم گوش بکنیم که از به اصطلاح نظریه پردازان جمهوری اسلامی ایرانشون در صحبت‌های که مربوط به این روزها هم نیست، مربوط به سال 83 هست، ببینیم در مورد تنگه هرمز چه میگه. 7 سال پیش ببینیم حسن عباسی چگونه نگاه می‌کرد به مسئله. این تنگه هرمز که میبینید 67% کل انرژی دنیا از اونجا خارج میشه. این بدانید، من فکر کنیم نیستم، شما انشالله خواستید بیستی جلو آمریکا، یک نفکش رو ببرید تو این تنگه هرمز همونجا غرقش کنید. این نفکش غرق نمیشه، زیر آب نمیره، چون عمق آب کمه، حدود 50 متر. این نفکش که خودش ارتفاعش 55 متر، وقتی رفت کفش آب خوابید نصفش میاد بیرون. این رو سالویج کنن، اصطلاح بیرون آوردن اجسام مغروق میگن سالویج، تا سالویج کنن 5 ماه طول میکشه.